این تصویر عبدالحمید خراسانی را پیش از بازداشت نشان می‌دهد که ظاهراً از سوی خودش برداشته شده است. وزارت امور داخله می گوید که عبدالحمید خراسانی در جاده میدان هوایی کابل از سوی نیروهای ویژه بازداشت شد. راشتمین مجرم سازمانیافته شهر کابل دستگیر شد. عبدالحمید خراسانی که متهم به قتل، اختطاف، چپولگری، رهزنی، گرفتن اخاذی ها و به آتش کشیدن بیرق مقدس افغانستان است، قبل از ظهر امروز از در مربوطات حوزه دهم امنیتی پلیس توسط پلیس دستگیر شد. امرالله صالح معاون اشرف غنی در انتخابات آینده پس از بازداشت عبدالحمید خراسانی در صفحه فیسبوکش نوشته است که آسیب روحی و روانی که به جامعه از سوی اوباش بی بند و بار باجگیر و آدم ربا میرسد کمتر از هراس افغانی نیست. مجرم باید وقت گرفتنش مهم است و دستگیریش مهم است که آنچه که قانون میگه مطابق جرمش مجازات شود. اینی که امروز دستگیر شده، وزارت داخله دستگیر کرده، فردا سارنوالی رها شود به بهانه این، فردا سارنوالی اگر رها نمیشه استر محکمه رها شود. اما پیش از این عبدالحمید خراسانی گفته است که وی با امرالله صالح اختلاف دارد و اتهام ها بر خودش را رد کرده است. قبلا روی یک موضوع خصوصی و شخصی با آقای امرالله صالح یک کشیدگی و خصومت بوده. همی آدم جاهل و نادان و مزدور و غلام که کارکرده و فعالیتهایش همیشه بر مردم معلوم است که یک انسان دین ستیز و بی ایمان است، دشمن مجاهدین است، دشمن مقاومتگرا است. مدت ها می شد که عبدالحمید خراسانی به اتهام دزدی های مسلحانه، قتل و دست داشتن به جرم های جنایی از سوی وزارت امور داخله زیر پایگرد بود. او امروز هنگامی که می خواست با هوادارانش به سوی ورزشگاه غازی برود و در تظاهرات شرکت کند، در جاده میدان هوایی از سوی نیروهای ویژه پلیس بازداشت شد.